عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، در ادامه مباحث آموزشی ASP.NET Core خودمون، تقریبا بعد از آشنایی مقدماتی و در حد متوسط با .NET Core 2.1، دیگه از امروز وارد بحث .NET Core 3.1 میشیم. با آخرین نسخه ASP.NET Core خواهیم کرد و بیشتر پروژه هم به صورت من فرسکوت میخوام ببرم پیش که بیشتر با مفاهیم جنرال ریپوزیتوری ها و ریپوزیتوری ها اینا بیشتر آشنا بشید. با آیدنتیتی چطوری ارتباط برقرار کنیم و تو این جلسه خواهیم داشت. بعد بحث این که چطوری ویو مدل بسازیم و خواهیم داشت. و در نهایت با بحث اوتومپل ها آشنا خواهیم شد. تا به این جلسه تا این حد میتونیم پیش بریم و در ادامه جلسات بقیه پروژه رو براتون چیکار خواهم کرد توضیح خواهم داد. این جلسه نحوه همچنین آپلود کردن پروژه ها روی گیت هاب هم چیه براتون توضیح خواهم داد. خواهم همین بریم یه پروژه رو در ویژوال استودیو چیکار کنیم، ایجاد کنیم. یه پروژه میارم، create new project میکنم، ASP.NET Core Web Application انتخاب میکنم، میگه پروژه رو کجا درست کنم، میگه توی سی دکتوریزی. خب نه، بذارید بیام توی پوشه خودمون، تو دی، توی دیو یه دونه مینویسم تست پروژکت ASP.NET Core 3.1 که این پروژه رو با ASP.NET Core 3.1 ببریم جلو. خب میام توی درایو دیمو، توی دیومون، پشه دیومون تست پروژکت رو انتخاب میکنم، اسم پروژه رو میزنم تست پروژکت ASP.NET Core 3.1 ASP.NET Core 3.1 بنویسیم، کافی. خب create project رو میزنم. ببینید حتما ASP.NET Core رو انتخاب کنید، چون پروژه .NET Core روی نسخه 3.1 میزنم، آخرین نسخه میزنم. بعد وب اپلیکیشن انتخاب میکنم، چون میخوام از آیدنتیتی استفاده کنم اینو انتخاب میکنم. این ایدنتیتی رو انتخاب میکنم، یوزر اکانت رو و گزینه چی رو میزنم، کریت رو میزنم، سب میکنم که ASP.NET Core پروژه رو چیکار کنه برامون ایجاد کنه. تا این مشغول ایجاد پروژهش بگم دیتابیسمون هم ایجاد کنیم. خب میام تو همین مسیر تست پروژکت خودمون یه پوشه میسازم به نام دیتابیس پروژه. حتما این کار رو بکنید، چون اگه اینه نزنید میگه توی پروگرام فایل رو میسازه و سرعت چی میشه؟ میاد پایین. خب این چرا اسکیرمون باز نشد؟ داره هنوز سعی میکنه باز کنه. خب تست پروژکتمون داره میاد بالا، دیپندنسی همون رو رود میکنه، ریشارپر داره فایل ها رو آنالیز میکنه. خب اینا رود بالا، کانتنت کانکتش میکنم. بعد میام یه دیتابیس میسازم واسه پروژمون، راست کلیک نیو دیتابیس، میگیم آقا تست پروژکت فور ASP.NET Core 3.1 ASP.NET Core 3 بزنیم، کافی. خب بعد browse حتما SR رو با NT System Service NT Authorized Network Service تیک بزنید، اوکی. بعد میام مسیر رو بهش میدیم، دیتابیس اینه، دیتابیس انتخاب میکنیم، اینم دیتابیسمون اینجا، اوکی. پروژه برامون ساخته میشه. دوباره باز شد، اینو ببندم، دوباره کلیک کردم باز شد. خب پروژه ساخته شد، ببینیم دیپندنسی های پروژه چی شد. برامون دیپندنسی های پروژه رود شد و پروژه آماده است. خب دیگه من وارد توضیحات نمیشم. اگه دوستانی مشکل دارن توی این ویدیو برن ویدیوهای قبلی دوره رو چیکار کنن،
ببینید ما دیگه برمی میگردم دیتیل جلسات قبل رو توضیح بدم به دوستایی که مشکل دارم. حتما باید اول این دوره آموزش برنامه نویسی ASP.NET Core اینا ها سطح مقدماتی که 50 تا ویدیو هستش و با اینو که فعلا تا 17 تا ویدیو ضبط شده حتما اینا رو چیکار کنم باید نگاه کنن چون متوجه موضوعات جلسه ما نمیشن. یعنی اینا دیگه یه بحثایی هستن دیگه تقریبا داریم وارد مباحث متوسط به سمت پیشرفته میشیم و اگر ویدیوهای قبلی رو نگاه نکنم و مفاهیم قبلی رو نگاه نکنم اصلا از این از امروز تحت درسی که من امروز میگم چیز خاصی رو متوجه نخواهند شد و بهتر استش اول این تقریبا 60 70 تا ویدیو رو نگاه کنند و بعد این ویدیوی ما رو نگاه کنید. خب بریم ادامه موضوع. ASP.NET Core رو باز میکنم. اولین چیزی که باید تنظیم کنیم خب کانکشن استرینگمون هستش. بذارید این کانکشن استرینگ رو بیارم. من برای اینکه وقت تلف نشه اینا رو چیکار میکنم؟ از روی کدهای آماده چیکار میکنم؟ کپی پیس میکنم. خب این کانکشن استرینگ رو من بیارم. کانکشن استرینگمون رو تنظیم میکنیم. نگاه کنید دیتا سورسمون سرورمون اینیشیال کاتالوگمون میشه الان چی؟ این تست ASP.NET Core سمون میشه. اینو میزنم. اسم دیتابیسمون میشه تست پروژه ASP.NET Core 3 و بعدش و پس بعدی که داریم یوزرنیم پسوردمونه که اینا هستن سیو و مالتی اکتیو ریزالتمون هم تو هستش. خب اینو سیو میکنم. بعد میام مایگریشن انجام میدم که بریم توی تولز که بره جداول رو برامون چیکار کنه. توی ناگت منزل کنسولمون میگیم و میگیم آقا دیتا بیس یا اپدیت دیتا بیس بکنم. اپدیت دیتا بیس بعد میگم آقا اپدیت دیتا بیس انجام بده. اگر کارهایی که تا اینجا کردیم درست باشه الان میره جداول مورد نیاز آیدنتیتی رو چیکار میکنه برامون ایجاد میکنه. یه ثانیه صبر کنیم ببینیم رفت جداول آیدنتیتی رو برامون ساخت یا نه. خب نگاه کنیم بریم توی تست پروژکتمون تو تیبل هامون. بله اومد جداول آیدنتیتی رو برامون چیکار کرد؟ همش رو برامون چیکار کرد؟ ایجاد کرد. خب میریم الان شروع میکنیم دونه دونه کلاس های پروژمون رو چیکار کنیم بسازیم. ببینید الان این آیدنتیتی ما نصب شده. اگه من اجراش کنم نگاه کنید پروژه رو گام بگیرم بیاد بالا به این پروژمون اومده بالا میتونید قشنگ ریجیستر انجام بدید. مثلا من بیام جواد جای بزرگ جای کوچک 1 2 3 4 5 6 مثلا اتسان شب جای بزرگ جای کوچک 1 2 3 4 5 6 مثلا اتسان شاب یه ریجیستری رو انجام میدم. یه دوتا شکی نیست. چه بزرگ چه کوچک 1 2 3 4 5 6 چه بزرگ چه کوچک 1 2 3 4 5 6 تاپ ریجیستر چه میگه آقا از یک چه بزرگ چه کوچک 1 2 3 4 5 6 اتسان چه بزرگ چه کوچک 1 2 3 4 5 6 اتسان ریجیستر. خب یوزر ریجیستر شد. نگاه کنید الان وارد ریجیستر شده. بعد میتونیم مطلبمون با همین یوزرمون چیکار کنیم؟ جی بزرگ جی کوچیک 1 2 3 4 5 6 حتما ریممبر رو بزنم و جی بزرگ جی کوچیک 1 2 3 4 5 6 حتما این وری چرا؟ نساخ مگه یوزرمون ASP.NET user ساخته اما پسورد ما چی زد؟ لاگین جای بزرگ جای کوچک 1 2 3 4 5 6 اتساین چه بزرگ چه بزرگ 1 2 3 4 5 6 چی رو زدیم بس بین بزرگ پاکش کنم دوباره بسازمش. پاکش میکنم
ببینید ریجیستر که کردیم چی گفت؟ بس این جواد جهانگیری این آی او پی دی سی اتسان جیمه جی بزرگ جی بزرگ یک دو سه چهار پنج شیش اتسان جی بزرگ جی کوچک یک دو سه چهار پنج شیش اتسان ریجیستر ها دیگه کانفیرم ایمیل کن و اینا الان مونده انجام میدیم. نه ما ساخته یوزرها من بذار ببینم فقط همین نمیزه جای بزرگ جای کوچک یک دو سه چهار پنج شیش اتس ابقا همین هنوز نمیزه چون یوزر فعال نکردم. خب بذار ببینم اینجا اینو یه لحظه اکانت خب اینو تور کنم الکی فکر کنم الان خب من وارد شد دقیقش این بود که من فعلا اینو کانفیرم نکرده بودم بخواد همین لاگین نمی کرد. خب اونم دستی کانفیرمش رو زدم که بتونه لاگین کنه. بس آیدنتیتیش داره چیه؟ پروژه آیدنتیتیش داره به درستی چیکار میکنه؟ کار میکنه. خب من هدفم تو این جلسه این هستش که دیگه نمیخوام بگم یک به فرض برمثال بیام یه یوزر دیگه جدول یوزر دیگه بسازم و مشتری داشته باشم جدول دیگه به من مشتری داشته باشم یه جدول دیگه هم عنوان یوزر دارم. خب نمیخوام میخوام بهتون یاد بدم چطوری میشه از این جدول ASP.NET یوزر آیدنتی خوده ببین چون عملیات لاگین اتورایزیشن اتنتیکیشن و اینا رو خود آیدنتی داره برامون انجام میده. ما میخوام همون یوزری که وارد میشه از همون مشتری ما ببین یوزرهای ما یا مشتری هن یا مدیر هن اینا هن دیگه من میخوام این مشتری رو وصل کنم به این ASP.NET یوزر من یعنی فیلدهای من بیاد اضافه بشه به این جدول ASP.NET یوزر من دیگه نیام یه جدول کاستومر جداگانم واسه این کار داشته باشم. خب برای این کار میگیم ببینید وارد گوشه دیتا میشم فعلا من پروژه رو بخوام دیگه پیچیده زیاد نشه چند لایه نمی نویسم پروژه رو با ASP.NET کور استپ با اسم مثل ASP.NET کور 2.1 که با هم کار میکنیم هر مرحله به مرحله یه مقدار پروژه رو پیشرفته تر میکنم. اول بدون به صورت چند لایه نمی نویسم بخاطر آسونی کار بعدن که پروژه رو یاد گرفته مسرد شده اینو تبدیل پروژه چند لایه خواهم کرد در یکی از پروژه های دیگه. خب من یه پروژه میارم اد میکنم اد کلاس میزنم و اسم پوشمون رو چی میذارم اسم کلاسمون رو میذارم کاستومه. خب اینو میذارم کاستومه برای اینکه الان بیاد خودش دیگه یه جدول جداگانه واسه کاستومه نسازه و بیاد این کاستومه رو فیلداش اضافه کنه به اون ASP.NET تیبل یوزر آیدنتیتی من میام میگم آقا بیا از آیدنتیتی چی یوزر اکسپری کن. اگر ببینین ما رو شما نمیاره اینو اون رو دستی باید بنویسید چون من ریشارپ رو سیستم هم نصبه نگاه کنید توی اکستنشن های من نرم افزار ریشارپ نصب هستش فکر کنم بذار نسخش هم بهتون بگم یا خواستید این نسخه رو به سیستم خودتون نصب کنید ریشارپ 2019 دو نصبه اینو که میزنم آیدنتیتی یوزر اینو میاره خودش اتو ایمپورتش میکنه اگر شما نمیاد با خودتون برید اینو دستی بهش اضافه کنید. خب این هست. خب بعد پراپ میکنم یه سری فیلدا میخوام خودش بهش چیکار کنه اضافه کنه. خب یه استرینگ مثلا کاستوم نیمی دارم و یه پراپ میکنم یه استرینگ تب میزنم کاستوم اینم فامیلی بهش اد میکنم. خب ما اومدیم یه جدول کاستومه ساختم به من یه جدول کاستومه ساختیم با آیدنتیتی یوزر ساختیم و اینا بهش چی شد اضافه شد. خب بعد که این کار انجام دادم من نگاه کنیم میام تو یادتون باشه تو اپلیکیشن دی بی کانتکست ما باید اون جدولمون رو چیکار میکردیم اضافه میکردیم مینویسم دوباره پراپ هر کسی تو این قسمت مشکلی داره باید بره قسمت اپلیکیشن کانتکست ها رو از اون دوره 50 تا فیلم ها فکر کنم وسطاش از اینو چیکار کنه بخونه. اینا رو دیگه من توضیح نمیدم. دی بی ست خب چیا رو داریم دومین کلاسی که ایجاد کردم کاستومره و
خودش کاستومرز هم چیکار کرد آورد. خب الان نگاه کنیم، من اینو که ایجاد کردم سیوش میکنم، میام دوباره پروژه رو. خب من بذار پنجره ها رو یه بار ریست کنیم، ریست ویندوز ریافت که اینا بسته بشه. میام توز ناگت. خب میام توی کنسول منیجر. خب به من قبل دفعه اول چرا خودم اد مایگریشن نکردم؟ چون خودش مایگریشن ها رو اولش ساخته بود، اما الان میخوام مایگریشن ایجاد کنم. میگم اد کاستومر تیبل. ببین تیبل اضافه نمی کنه، در اگر میاد اد کاستومر فیلد تو ASP.NET یوزر اضافه میکنه. نگاه کنید الان اون جدول اضافه میکنه. خب این مایگریت رو میزنم، به مایگریت الان اتفاق میفته، مایگریشن رو الان انجام میده. ببین آه، اگر دقت کنید این مایگریت خب از دوتا قسمت تشکیل میشه، آپ و دام. این هم توضیح نمیدم، هر کسی مشکل داره بره قبلی رو بخونه. اما خلاصه شو نگاه کنید، داره ادکارم میکنه. یعنی وقتی من دارم اسپری ایجاد میکنم، وقتی میگم کاستومر من بیاد از آیدنتیتی یوزر اسپری داشته باشه، دیگه نمیاد جدول جدیدی اضافه کنه، بلکه میاد به این ASP.NET یوزر الان فید های من اضافه میکنه. نگاه کنم الان آپدیت بکنم، داره اگر این شما مایگریت رو نگاه کنید داره ادکارم میکنه اینها رو به کدوم جدول؟ به جدول ASP.NET یوزر. این خیلی نکته مهمیه. این در حقیقت اون فوت یا اون روشی هستش که شما بیاید مشتریای خودتون رو با آیدنتیتی جوین کنید. یعنی آیدنتیتی جداگانه از مشتریان شما کار نکنه. ما یعنی بیایم اون بحث اوتنتیکیشن و اتورایزیشن مشتریای خودمون رو بندازیم روی آیدنتیتی. میدونید چقدر پروژهتون رو جلو میندازه؟ چقدر از بحث امنیتی کمکتون میکنه؟ یعنی دیگه ما بحث لاگین و لاگافت و اوتنتیکیشن و اتورایزیشن اینا رو ما رو مشتری های میست بریم به خود آیدنتیتی. با همین روش ساده، با این اسپری کلان وست میشه به جدول آیدنتیتی یوزر. اما با روش ها واسه این کار هستش، من خیلی خودم تحقیقات در این زمینه کردم، آسون ترین روش و بهتر روشی که خود مایکروسافت توصیه میکنه همین روشی که من دارم به شما الان آموزش میدم. خب الان من یه دیتابیس آپدیت میکنم، نگاه کنید. اپدیت دیتابیس و اینتر. ببین الان بریم الان نگاه کنید، اما اینو میبندم. ASP.NET یوزر دیزاین دقت کنید، الان جدول جدیدی که ما اینجا ریفرش هم میکنم، نگاه کنید من اینجا ریفرش میکنم، ببین جدول جدیدی به اینها اضافه نشده، فقط اوورد فیلد های ما رو اضافه کرد به کاستومر نیم و کاستومر فامیلی رو اوورد اضافه کرد به جدول چی؟ ASP.NET یوزر، که این همون نکته عطفی هستش که چطوری میشه آیدنتیتی رو یعنی به وصل کرد به جدول های مشتریان ما. یه مشتری رو جدا نساخت، دیگه اوورد تو دل خود ASP.NET یوزر. دید گفتم این روش ساده ترین و مطمئن ترین روشی که مایکروسافت واسه این چیه ارائه داده.